سلام اینجا تهران میدان سلماس استدیوی رادیو اقتصاد آنلاینه امروز 31 تیر ماه 99 مفاتم اسماعیلی هستم اخبار منتخب اقتصادی رو هر روز ساعت 18 در اصرگاه اقتصاد با ما دنبال کنید مهمترین اخبار امروز ما شامل این موارد میشه تصویب طرح دو فوریتی توضیح غیر رایگان پایین آمدن منحنی ارز در بازار و صفحه انتظار پنج ماهه دریافت کارت سوخت. طرح دو فوریتی توضیح غیر رایگان تصویب شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد طرح دو فوریتی توضیح غیر رایگان با آرای بسیار بالایی تصویب شده و حد تا دو روز آینده نهایی میشه. مقرر شده بالغ بر دو میلیون تن غیر توسط وزارت نفت در اختیار پیمانکاران قرار بگیره. با این حال محمود باغری کارشناس اقتصادی معتقده که تصویب طرح مجلس باعث ایجاد 600 میلیون دلار رانت میشه و غیر رایگان با زد و سر از بازار غیررسمی در میاره همچنین علی مروی استاد دانشگاه و رئیس اندیشکده حکمرانی شریف گفته که از علل اصلی فساد قیمت گذاریه چرا که نور چشمی ها افراد زینوفوز امکان کسب یک کالا رو به قیمتی رانتی به دست میارن همچنین غیر تعاطری در سالهای قبل هم وجود داشته و هر سال در لایه بودجه برای سال بعد تمدید می شده که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال 99 رأی نیاورد تجربه فساد غیر پیش روی ماه به عنوان نمونه بحث اعدام سلطان غیر هم احتمالا در خاطره ها مونده باشه سخنگوی دولت با اعلام اینکه منحنی ارز در حال پایین اومدنه قیمت واقعی ارز رو بسیار پایین تر از قیمت فعلی اون برشمرده همچنین گفته که این اتفاق در نتیجه تلاش های بانک مرکزی برای بازگشت ارز به قیمت واقعی خودشه و در زمینه بازگشت ارز به کشور هم اقدامات مناسبی از سوی وزارت خارجه و اقتصاد انجام شده امروز ارز در کانال 19 هزار تومن قرار گرفت و با کاهش بیش از 5 هزار مواجه شد همچنین بانک مر... مرکزی اعلام کرد روز دوشنبه مورخ سی تیر ماه 99 حدود 342 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده که نسبت به روز قبل از اون حدود 131 درصد رشد داشته و بخش عمده از عرضه دیروز هم به درهم اختصاص داشت که 481 میلیون درهم در حدود قیمتی 4800 تومان بوده. امروز مهلت صادرکنندگان کنندگان برای بازگرداندن ارز تمام میشه با توجه به اینکه بانک مرکزی به صادر کنندگان برای انجام تعهدات ارزی خودشون و بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور تا پایان تیر ماه فرصت داده بود امروز این مهلت به پایان میرسه و جرایم در انتظار متخلفان در این زمینه خواهد بود صف انتظار برای دریافت کارت سوخت به پنج ماه رسید. فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرورده های نفتی ایران گفته که مالکینی که در کارت سوخت خودشون 540 لیتر بنزین ذخیره داشته باشند سهمی سوخت دریافت نمی کنن. چرا که سطح ذخیره سازی بنزین در کارت سوخت ها به میزان 9 ماه یعنی 540 لیتره همچنین بررسی اقتصاد آنلاین از مراکز پلیس به اضافه ده و پست حکایت از عدم صدور کارت سوخت در سال جاری از سوی شرکت ملی پخش داره و مالکینی که به هر نف درخواست کارت سوخت المصنوع و, و یا جدید داشتند همچنان در صف انتظار دریافت کارت هستند با حادتر شدن شرایط کرونایی در کشور و با بازگشت برخی محدودیت های تردد و تشویق مردم به پرهیز از سفرهای غیر ضروری مصرف بنزین مجددا کاهش پیدا کرده و مالکین خودرو فرصت بهرهمندی از سهمیه سوخت خودشون رو نخواهند داشت راندخاری سودجویان پیامد قیمتگذاری دستوری ورقهای فولادیه صادق الحسینی کارشناس مسائل اقتصادی گفته که قیمتگذاری دستوری و شکاف قابل توجه میون قیمت تثبیت شده با نرخ بازار باعث ایجاد راندخاری در بازار انواع محصولات میشه که بازار ورقهای فولادی هم به همین مسئله مبتلا شده سیاستگذار نباید در قیمتگذاری و سرکوب قیمت ورقهای فولادی دخالت کنه و باید اجازه بده تا بازار در مسیر رسیدن به تعادل حرکت کنه در صورت کنارگذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری ممکنه قیمتها زمان کوتاهی بالا بره اما به مرور به واسطه افزایش عرضه و کنار رفتن صداگران بازار متعادل خواهد شد. کارت سوخت تمام خودروها ساعت 12 امشب یکم مرداد ماه شارژ میشه و سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت هم 540 لیتره. همچنین سقف در نظر گرفته شده برای ذخیره بنزین هم 9 ماهه که این ماه موعد اون فرا میرسه. چرایی گران شدن ماسک در داروخانه ها دبیر انجمن داروسازان تهران اعلام کرد متاسفانه قیمت تمام شده تولید ماسک بیش از قیمت مصوب اونه و سراحتا اعلام می کنم که در هیچ داروخانه ای هیچ ماسک با قیمت تمام شده 1000 یا هزار پونست عرضه نشده و بلکه با قیمت بیش از این هم فروخته شده اگرم می که امروز داروخانه ای ماسک رو با قیمت 2000 تا 2500 تومن می فروشه تقصیر داروخانه نیست داروخانه ماسک رو گرونتر میخره و با سود 10 تا 15 درصد مجاز ماسک رو مدیر امور اجرایی معاین فنی خودروهای سباک کشور اعلام کرد الان نرخ دریافت معاین فنی خودروهای سباک در کشور 37 هزار تومنه اما با توجه به شرایط و باری که به مراکز معاین فنی خودروها تحمیل میشه قراره که در آینده بین 10 تا 20 درصد به این رقم اضافه بشه ممنوعیت فروش و ذبح گوسفند در مراکز عرضه دام شهرداری در عید و قربان شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران گفته که به منظور جلوگیری از تجمع و مسافرت درون و برون شهری و مخاطرات موجود در محله های دام مراسم قربانی امسال به شکل سنوات گذشته برگزار نمیشه و در قالب کمک های و با عقص اجازه مراجع و دفاتر مراجع به اشکال دیگه ای صورت میگیره. طرح مجلس برای تولید انبوه مسکن رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد طرح تولید انبوه مسکن فرد تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشه و عمده محورهای این طرح هم شامل تأمین زمین ارزان قیمت، تسهیلات و مصالح ساختمانی ارزان قیمته و طبق توافق صورت گرفته تمامی زمینهای حریم شهرها معادل 250 هزار هکتار در اختیار وزارت راه قرار گرفته که میتونه در راستای تولید مسکن قرار بگیره. پیشتازی جو بایدن در نظر سنجی های جدید انتخاباتی از جدیدی که از سوی روزنامه واشنگتن پست انجام شده نشون میده که جو بایدن با کسب 55 درصد آرای مخاطبان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست در این نظر ترامپ با کاهش محبوبیت تنها تونسته 40 درصد حمایت رای دهندگان رو کسب بکنه مدیر کل بین الملل بانک مرکزی اعلام کرده که توافق ارزی میان ایران و عراق در مراحل نهایی قرار گرفته و انتظار میره در صورت تحقق این امر حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار میرسه وارد بازار شده که بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که جاماندگان بیمه بیکاری کرونا تا ساعت 8 شب هم میتونند با شماره 1420 تماس بگیرند. جهش بیدلیل 5000 تومانی قیمت تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام کرد حدود یک یا دو ماه گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ بدون هیچ دلیل موجهی و فقط برای جو روانی حاکم در بازار حدود 5000 تومان افزایش پیدا کرد به علت افزایش تولیدات داخلی صادراتم تا حدودی افزایش یافت و همین اخبار موجب ایجاد جو روانی در بازار و نهایتا افزایش قیمت ها شد و برخلاف عقاید مردم و فروشنده ها صادرات تخم مرغ هیچ ارتباطی با افزایش قیمت ها در داخل نداره. خیلی ممنون که شنونده پادکست ما بودید. خدا نگهدار.